فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای برزگر، خیلی کوتاه بود عمر این امیدی که آقای ظریف داشت به یک تغییری در نحوه انتخاب اعضای کابینه. با سلام به شما خانم کنانی و بینندگان. بله آقای فرستاد، ببینید این البته کاملا قابل پیش بینی بود. شما اگر به مطالبی که در همون روز نخست اعلام پیروزی مسئول پزشکیان در شبکه‌های اجتماعی، در وبسایت‌های مختلف، در گفتگوهایی که با همین شبکه شما انجام می‌شد برگردید، ببینید که خیلی ها به این موضوع پرداخته بودن. از جمله خود من در یادداشتی به صراحت در واقع این رو نوشتیم و این تاریخش مشخص است که همین کسانی که در واقع میان و الان به این گونه تلاش میکنن برای اینکه صدای اکثریت مردم ایران رو که در دور اول انتخابات به روشنی و به صراحت مطرح شد و اون رو در واقع پایمال کردن، لگدمال کردن، تمام تلاششون رو کردن که صدای تحریم شنیده نشه، اینها خیلی زود مجدداً همونطور که در دولت حسن روحانی در دولت دومش اتفاق افتاد، بعد از مدتی خواهند اومد و ابراز پشیمانی خواهند کرد و کارزار پشیمانم راه میاندازند و از اینکه رأی دادن به مسئول پزشکیان یا مردم رو فراخوندن به رأی دادن ابراز پشیمانی میکنند. منتها این یک نمایش مکرر و تکراری است. واقعیت امر این هستش که سرش تمامی جناح‌های درگیر در قدرت در جمهوری اسلامی یکیست. این فقط علی خامنه ای نیست که تصمیمی میگیره ولی بعد مسئولیت تصمیم خودش رو به عهده نمیگیره، مثلا ماجرای ممنوع کردن ورود واکسن کرونا یا بسیاری از تصمیمات دیگه. هرگز حاضر نشده مسئولیتی رو بگیره، نه تنها حاضر نشده مسئولیت تصمیم خودش رو بپذیره، بلکه همیشه فرار به جلو کرده و به عنوان یک طلبکار اومده و انتقاد کرده. این روشی است که درست اصلاح طلبان جمهوری اسلامی هم عیناً تکرار می‌کنند. یعنی در زمانی که لازم هست که در واقع صدای مردم شنیده بشه، گامی برای گذار از جمهوری اسلامی یا کاستن از این انسداد سیاسی برداشته بشه، به کمک جمهوری اسلامی میرن با حرفای دروغین، با رویا فروشی و بعد که در واقع و با این امید که سهم بیشتری از سفره انقلاب پیدا بکنن، اما بعد که میان و مجدداً به اون دیوار سخت واقعیت، یعنی ولی فقیه و حلقه تصمیم گیری کوچک اولیگارشی جمهوری اسلامی میرسن و میبینن که سهمی که در انتظارش بودن به دست نیامده، بدون اینکه مسئولیت عمل و گفتار خودشون رو بپذیرن، روزنه گشایانی که در تمام این سالها فقط روزنه بستن، طلبکار میشن، در صف اول انتقاد میایستن، حالا با این استعفاهای نمادین این شکلی یا حرفای از این دست، و سعی میکنن در واقع با فرار به جلو مسئولیت خودشون رو منتفی بکنن. ولی این عمل نخواهد کرد. مردم به یاد دارن زمان زیادی نگذشته، کمتر از یک ماه پیش، همینطور که الان در ویدیوهایی که دارید نشون میدید، چهره خندان ظریف، حرفای او و محمد خاتمی، اصولگرایان اصلاح طلبان جمهوری اسلامی رو همه به خوبی به خاطر دارن، در شرایطی که به روشنی و به صراحت این روزها پیش بینی شده بود و پیش بینی این وضعیت اساساً کار دشواری نبود، به ویژه اینکه مسئول پزشکیان استثنائاً برخلاف دروغگویانی مثل محمد خاتمی یا حسن روحانی، این بار صادقانه این فرد اومد و گفت که من زوب در ولایت هستم، در جمع دانشجویان گفت که من برنامه و سیاستی ندارم، گفت که من فقط مجری سیاست ها و اوامر علی خامنه ای هستم. اینها رو به صراحت گفت. این یک نکته. نکته دیگر رو هم در نظر داشته باشید، در حکومتی که اصولاً رئیس جمهوری به اون معنا اساساً نداریم، یعنی حکومت که جمهوری نیست، ولی رئیس دولت در جمهوری اسلامی خودش هیچ کاره است، چه برسه به وزیران. یعنی این هم یک بحث ثانویه است، این رو باید در نظر داشت. شما فرض کنید که قوی ترین چهره ها هم اگر بیان در پست‌های وزارتی قرار بگیرن، چه کاری میخوان انجام بدن وقتی که با قرار هست با سپاه و با علی خامنه ای در واقع روبرو بشن، در شرایطی که خب الان میبینیم خود رئیس دولت هیچ کار است، وزیران او به طریق اولا کاری نیستن. این بحث ثانویه، ولی حداقل ها رو هم رعایت نمی کنند که به مردمی که این گونه دروغ گفتن، سعی کردن صدای اونها رو در واقع خفه بکنند، اجازه ندن اون صدای اکثریت
پذیرفته بشه. به هر حال اگر اصلاح طلبان به دموکراسی معتقد بودند، بیش از 60% طبق آمار خود جمهوری اسلامی انتخابات رو تحریم کرده بودند. نظر اکثریت مردم ایران آشکار بود. اینها در یک هفته‌ای که منجر به دور دوم انتخابات شد، تمام تلاششون رو بیشتر از اصولگرایان کردند که صدای اکثریت ملت ایران رو در گلو خفه بکنند و اجازه ندن که شنیده بشه. خب اینها زمان زیادی ازش نگذشته. پزشکیان قبلا هم گفته بود که مجری اوامر علی خامنه‌ای است و وزیران خودش رو با طبق نظر او انتخاب خواهد کرد. بنابراین اعتراضاتی از این دست که محمد جواد ظریف میکنه واقعا خریداری نداره. این حنا دیریست که رنگ باخته. خانم کنعانی میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست، این اولین قدم دولت وقتی این گونه بوده، چه انتظاری میشه داشت در ادامه مسیر از اون؟ شما ببینید اصولاً بحث گذاشتن انتظارات برای یک دولت اصلاح طلب، اونم در چارچوب جمهوری اسلامی، یک بحثیه که اصلا ما با کنندگان این بحث حتی یک فریم مشترک هم نداریم. بحث بسیار اشتباهیه. جمهوری اسلامی به هر حال هر قدمی که برمی‌داره ما باید در نظر بگیریم هیچ کدوم از منافع در واقع مردم حتی به صورت تصادفی در این تصمیمات تضمین نمیشه، رعایت نمیشه. بحث بسیار مهم شاید در اینجا این سوال باشه که پس اصلا نقش ظریف اینجا چی بود. فکر میکنم پاسخ به این سوال هم با توجه به فرمایشات جناب ورزیگر خیلی سخت نباشه. گرم کردن تنور انتخاباتی که با ضرس قاطع مردم اون رو در نهایت تحریم کرده بودند، کاری بود که احتمالاً فقط از پس ظریف در واقع از پسش برمی اومد. و خب این کار رو دیدید که تا جایی که تونست انجام داد، هرچند که به نظر میاد همچنان هم آمارهایی که جمهوری اسلامی ارائه میدن چندان محلی از اعراب نداشته باشه. منتها بحث در نهایت این که اصلا چرا اینقدر این قضیه برای جمهوری اسلامی اهمیت پیدا کرد، شاید برمیگرده بخشش به نوع رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این سالها که دیگه نه تنها به خاطر انقلاب در واقع خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، بلکه به خاطر رفتارهای شاید به خصوص همین بحث اسرائیل که الان به نوعی بحث داغ دنیا شده، جمهوری اسلامی داره یک مقام موقعیت بسیار خطرناک قرار میده. من شاید بد نباشه به این اشاره کنم که من متوجه شدم مثلا در رسانه‌های اروپایی، مثلا در آلمان، من می‌بینم که ادبیات گزارش در مورد جمهوری اسلامی وقتی پای به بحث جنگ اسرائیل و حماس در میون باشه عوض شده. من هرگز ندیده بودم تا قبل از این جریانات اخیر که در رسانه‌های غربی وقتی در مورد حماس صحبت می‌کنن بگن گروه حماس تحت حمایت جمهوری اسلامی. از حماس اگر نام میبرند حتما در کنارش میگن تحت حاکمیت حمایت جمهوری اسلامی. اگر از حزب الله صحبت میکنن میگن حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی. در مورد ربل‌ها یا شورشیان حوثی در یمن که حرف میزنن میگن شورشیان تحت حمایت جمهوری اسلامی. و این تغییر ادبیات احتمالاً یک پالسی هست به جامعه اروپایی برای آماده کردن ذهن‌ها زمانی که حرکتی علیه جمهوری اسلامی حتی توسط اروپایی که خب بر کسی پوشیده نیست که به نوعی سعی میکردن یک تولرانسی، یک تحملی داشته باشن نسبت به شر افروزی های جمهوری اسلامی در جهان، این پالس رو من فکر میکنم خود حاکمیت هم به خوبی گرفت. بنابراین در یک بزنگاهی فکر کردم حالا با آوردن یک دولت به اصطلاح رفورمیست از نظر خارجی ها یا به قول معروف اصلاح طلب شاید بتونن این ورق رو عوض کنن، کمون که مردم در داخل میدونستن. چون ما دقیقا داشتیم همینطور که همکار عزیزم اشاره کرد گفتمان آقای پزشکیان رو دنبال میکردیم، هیچ چیز متفاوتی از اون چیزی که رئیسی گفته بود نداشت. من در نهایت همون کاری رو میکنم که مقام معظم رهبری میخواد، هر کی میخواد بیاد بیاد، در نهایت هم حرف همون حرفیه که حاکمیت اصلی یعنی رهبر داره در واقع در جمهوری اسلامی میگه. بنابراین ما در ایران ممکن بود بدونیم، اما در رسانه‌های خارجی همون بازی معروف رسانه‌ای جریان افتاده بود، به خصوص اونایی که حالا ما می‌دونستیم رسانه‌های تحت تاثیر اصلاح طلبان هستن. قرار بحث حجاب در ایران آزاد بشه، اینترنت قرار آزاد بشه، این وعده‌هایی که غالباً در حکومت‌ها در حکومت‌های دیکتاتوری توتالیتر مثل جمهوری اسلامی نزدیک انتخابات داده میشه. و این رو من می‌دیدم که خیلی دارن سعی می‌کنن اگر کسانی هستن که بخوان در واقع این چراغ سبز رو از جمهوری اسلامی نشون بدن به این مفاهیم می‌پرند، یعنی داشت در واقع جمهوری اسلامی سعی می‌کرد که نشون بده که نه انگار داره در داخل خودش یک تغییراتی میده، منتها در نهایت میبینید که امکان نداره. کل ساختار جمهوری اسلامی این امکان رو از شما میگیره به خاطر اون نوع هیارشی یا نوع طبقه بندی قدرتی که در اونجا وجود داره، به خاطر نوع رانت این اولیگارشی اقتصادی سیاسی و این فساد نهادینه
جمهوری اسلامی تمام سعیش رو هم بکنه. دلسوزانی مثل اصلاح از اصلاح طلبان دلسوزتر برای نظام که نداریم، که با این توصیه هایی که واقعا میتونست بقای جمهوری اسلامی رو تضمین کنه و این راه اینها رو هم حتی نمیپذیره. یک ساختاری داره، یک اولیگارشی داره و یک فسادی در خودش نهادینه شده داره که حتی نمیتونه در واقع ندای کمک رو از اصلاح طلبان هم بپذیره. بنابراین به سوال اول بحث میرسیم، هیچ انتظاری از این حکومت نمیشه داشت چیزی بیشتر از آنچه که رئیسی، جلیلی، قالیباف یا هر کسی دیگه از این هسته اصولگراها به ما میتونه ارائه کنه، ما از این دولت نخواهیم دید به نظر من. ممنونم از شما. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت، و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، کانادا.